چندی پیش از 100مین سالروز تئاتر در هرات تجلیل شد و از این هنر در حالی در این ولایت تجلیل شد که این هنر از گذشته تا حالا با فراز و نشیب‌های زیادی روبرو بوده است. شماری از هنرمندان و فرهنگیان خواهان حمایت از مسئولین امارت شدند. آنان می‌گویند در چندین سال گذشته این هنر مورد نامهربانی‌های زیادی قرار گرفته است. از وقتی که پیروزی امارت اسلامی افغانستان شده، خب تئاتر ما که به زمان تخریب شده بود به زمان جمهوریت، دیگه اینم به یک بودیجی خیلی و به یک دخل خیلی و به یک سفره بدون نون اینا هم آمادن. بالاخره اگر چیزی نتونستن کمک بکنم اندگاه ملی، اندگاه معنوی ما را تشویق و ترغیب زیاد کردن. تمثیل و تصویر ما میتونیم به خورد مردم برسانیم که چون مردم از سواد آنچنانی برخوردار نیند دیگه، و این تئاتر باعث میشه و یا هنر تئاتری از طریق تصویر، از طریق رسانه خیلی قشنگ ما مسیجایی که داشته باشیم میتونیم به خورد مردم. فاطمه حسینی از زنان هنرمند است که 17 سال کار تئاتر را میکند. وی در حال حاضر نگران فعالیت زنان هنرمند است. خب نمایش که شما گفتم اگه خانم نباشه اصلا مزنه داره نمایش. اگه به خونه شما نال مثلا یک زن نباشه، آیا خونه شما چراغان هست؟ دک شما به بار رخت شما شوشده الان باید یک خانم باشه. خانم نباشه که دیگه زندگی به درد نمیخوره. خانه تئاتر هرات در گذشته بیش از 200 هنرمند داشت که از این میان شماری را خانم های هنرمند تشکیل میداد. اما در حال حاضر این تعداد به کمتر از 30 تن رسیده که از این میان حدود 3 تن آنان را زنان هنرمند هستند. مسئولان خانه تئاتر در هرات میگویند برای اینکه ما بتوانیم مشکلات جامعه را از طریق تئاتر به چالش بکشانیم، باید این هنر را مورد حمایت قرار دهیم. برای از اینکه ما بتونیم بدیل داشته باشیم مقابل تهاجم فرهنگی بیگانه، باید تئاتر نظر به گذشته بیشتر مورد تشویق قرار بگیره، بیشتر مورد حمایت قرار بگیره. از سوی هم مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات میگویند که آنان از این هنر دیرینه به گونه مستقیم حمایت میکنند. روندی که جریان داره در بحث تئاتر و ما خواستار تقویت هنر تئاتر شدیم و کاملا این موضوع را انشالله هم از طریق مرکز و هم از طریق شخصیت هایی که علاقمند و هنرمند و جایگاه تئاتر در جامعه لحاظ روانشناسی علمی خوب میدانه ایرا. به گفته فرهنگیان این هنر در سال 1301 در هرات توسط استاد علامه سلجوقی و استاد عبدالواحد بهره تأسیس شد که در آن زمان هرات تنها ولایتی بود که این هنر در آن رشد و رونق خوبی داشته. اما در حال حاضر این هنر مورد بی‌توجهی قرار گرفته شده است.